معترضان عمدتاً شیعه بحرین در برابر دفتر نخست وزیری تجمع کردند و در شعارهای خود خواهان اخراج سنیان خارجی شدند که دولت به آنها تابعیت اعطا کرده است. آنها میگویند نیمی از جمعیت 1.2 میلیونی بحرین را افراد سنی خارجی تشکیل میدهد که به دلایل سیاسی به آنها شهروندی اعطا شده است تا بافت جمعیتی این کشور به نفع سنی ها تغییر پیدا کند. سه روز قبل ساکنان شیعه و سنی روستای حمد با هم درگیر شدند و برای متفرق کردن آنها پلیس وارد عمل شد. دولت بحرین در تازه ترین اقدام برای آرام کردن اوضاع اعلام کرد که 200,000 فرصت شغلی امنیتی و نظامی جدید برای شیعیان ایجاد می کند.